از سناتور جان مکین رقیب جمهوری خواه پرزیدنت اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میپرسم. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید تردید دارد ایران با توجه به چالش های داخلیش در این فرصت به پیشنهاد آمریکا برای گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط در راستای توقف غنیسازی اورانیوم پاسخ دهد. شما چه فکر میکنید؟ Internal debates going on in Iran make it difficult if not impossible for them to pursue any diplomatic engagement. What's your feeling on this? Well, first of all, I was glad that the President and Secretary of State expressed their moral support for the people in Iran to their right to have a free and fair election. نخست از اینکه پرزیدنت اوباما و وزیر خارجه حمایت اخلاقی خود را از حق مردم ایران در برخورداری از یک انتخابات آزاد و عادلانه و حق برپایی تظاهرات صلح‌آمیز اعلام کردند، بسیار خرسندم. تردیدی نیست که مباحثاتی جدی در میان روحانیت حاکم بر سر اینکه اعمال اصلاحات لازم در ایران ضرورت دارد یا نه شکل گرفته است. اما در همین لحظات تلاش‌های ایران برای دستیابی به قابلیت تولید جنگ‌افزار هسته‌ای ادامه دارد. من ضمن اعلام حمایت اخلاقی خود از حقوق مردم ایران معتقدم باید راه‌هایی برای برگرداندن ایران از مسیر برنامه هسته‌ایش بیابیم و فکر می‌کنم می‌توانیم هر دو را توأمان انجام دهیم. We haven't seen anything from Russia despite the fact President has سناتور مکی میپرسم، اما به رغم تاکید دولت اوباما بر آغاز دوباره‌ای در روابط مسکو و واشنگتن، روسیه تاکنون نشانه‌ای برای همکاری در تشدید برخورد با ایران نشان نداده است. I'd like to believe that Russia would understand that it is in the long-term Russian security interest not to see a nuclearization of that part of the world. من مایلم شاهد این باشم که روسیه درک کند تسلیح خاورمیانه به جنگ افزار هسته‌ای در جهت منافع بلند مدتش نیست. تردیدی نیست که دستیابی ایران به سلاح اتمی دیگر کشورهای منطقه را به سرعت به این مسیر سوق می‌دهد. ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام سودمندی از سوی روسیه در این راستا ندیده ایم و دیمیتری مدودوف و ولادیمیر پوتین هیچ نشانه‌ای مبنی بر بکارگیری نفوذ خود بر تهران نمایش ندادند و از این بابت واقعا متاسفم. از سناتور مکی میپرسم، پس با این وضع تحریم های جدید چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ That with the lowered price of oil, the Iranian economy is not good. There is widespread dissatisfaction that reaches. با پایین آمدن بهای نفت، تحریم‌ها تأثیرگذار خواهد بود. اقتصاد نابسامان ایران و گسترش ابعاد نارضایی عمومی که به بالاترین سطوح حکومتی رسیده است، بر این روند تأثیر می‌گذارد. زیرا مردم در ایران نه تنها خواهان اصلاحات سیاسی، بلکه خواهان اصلاحات اقتصادی‌اند. تظاهرات در تهران و دیگر نقاط ایران آغاز پایان حاکمیت روحانیون افراطی است و من معتقدم مردم ایران تا اثبات و احقاق حقوق خود به آن ادامه می‌دهند. هرچند نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید، اما زیاد طول نمی‌کشد که مردم ایران از جامعه‌ای بسیار بازتر برخوردار باشند. از سناتور مکین میپرسم، گروهی از ایرانیان با درخواست آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از معترضین به نتیجه انتخابات در ایران 3 روز را در برابر سازمان ملل متحد دست به اعتصاب غذا زدند. تظاهرات در ایران و دیگر نقاط جهان ادامه دارد. فکر میکنید این روند به کدام سو میرود؟ I think we're seeing demonstrations all over the world, but I also think it's very important that some of the clerics, that in fact Rafsanjani, some of the clerics have spoken out for reform. That shows that there are significant fissures within the ruling elite of the Iranian government. تظاهرات در سراسر جهان ادامه دارد، اما آنچه به نظر من اهمیت دارد انتقادات بعضی روحانیون ارشد چون رفسنجانی است. تاکید این روحانیون بر ضرورت اصلاحات از عمق نارضایی نخبگان از دولت احمدی نژاد حکایت دارد. ما از بابت زندانی کردن مردم و کشتار جوانان به شدت متاسفیم. همواره لحظات حیاتی در یک انقلاب یا یک حرکت تغییر فراگیر وجود دارد.
حمله به زندان باستیل در فرانسه یا حرکت کارگران در گدانسک در لهستان نمونه های چنین لحظاتی هستند و فکر میکنم تصویر جان سپردن ندا بر خیابان‌های تهران تأثیر ژرفی بر جهان و مردم ایران داشته است و تاریخ نویسان از آن به عنوان نقطه تحول در ایران نام خواهند برد. عصمت المکی میپرسم شما طرفداران بسیاری در میان ایرانیان دارید، اما هستند کسانی که معتقدند شما نیات واقعی خود را در حمایت از مردم ایران ابراز نمی‌کنید و تنها به فکر منافع آمریکا هستید. رژیم ایران هم درباره شما گزارش‌های مختلف درست می‌کند و شما را متهم می‌کند که پشت بسیاری از انقلاب‌های رنگی در دنیا بوده اید. پاسخ شما چیست؟ Well, I would say that it's concern about the Iranian people, but also it is the این نگرانی از سوی برای مردم ایران است و از سوی میراثی است که از بنیانگذاران این کشور در روز استقلال آمریکا به ما رسیده است. آنجا که میگویند همه نوع بشر یکسان خلق شدند و از حقوقی برابر و غیر قابل انکار برخوردارند. در ابتدای قرن بیستم وقتی مسئله دفاع از حقوق مردم و برخورداری از دولتی منتخب دوباره در رأس مباحثات در آمریکا قرار گرفت، ما این وظیفه را در این کشور و در هر جای دنیا برای خود قائلیم که از حقوق مردم دفاع کنیم. من خودم را بخشی از کل جمهوری خواهان و دموکرات‌هایی چون هری ترومن و رونالد ریگان می‌دانم که برای حقوق بشر در هر کجای دنیا، چه در برمه، چه در ایران و چه اروپای شرقی تلاش کردند. Who have fought for human rights, whether it be in Burma, or whether it be in Iran, or whether it be in the days of the Soviet Union, the workers of Gdansk or the Prague Spring.